عزیزان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبحث امروزی ما در مورد تدابیر محافظتی برای رهایی از شر ساحران، شیاطین و جنیات است. در این بخش ما تدابیر را در نظر گرفتیم که اگر ما او را مراد کنیم از شر ساحران و شیاطین و جنیات شریر در امان میمانیم انشاءالله تعالی. پس شروع میکنیم بنام الله سبحانه و تعالی. اول صرف خرمای عجوت المدینه منوره. اگر خرمای عجوت المدینه در دسترس باشد، 7 دانه در ناشتا خورده شود. اگر ممکن بود خرمای عجوت المدینه باشد و اگر نه از هر کجا باشد ایراد ندارد. رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر که روزانه با 7 دانه خرمای عجوت صبح بکند، نه سم بر او اثر می گذارد و نه سیر به او ضرر می رساند. تدبیر دوم، با وضو بودن. سحر در مسلمانی که همیشه با وضو باشد اثر نمی گذارد، زیرا مسلمان با وضو از جانب الله سبحانه و تعالی با وسیله فرشتگان حفاظت می شود. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند این بدنها را پاکیزه نگه دارید، شما را پاک نگه دارد. زیرا هیچ بنده ای نیست که با وضو بخوابد مگر اینکه فرشته باهو شب می گذراند. در هیچ لحظه ای از شب حرکتی نمی کند مگر اینکه فرشته می گوید بار الها او را بیامرز، زیرا او شب را پاک گذارنده هست. تدبیر سوم، پابندی به نماز جماعت. محافظت نماز جماعت انسان را از شر شیطان در امان نگه می دارد و با سستی در نماز جماعت شیطان بر انسان غالب می شود. آنگاه انسان به انواع بیماری ها به ویژه جنزدگی و سحر مبتلا می گردد. از ابو دردار رضی الله عنه روایت است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر 3 نفر در روستای باشند و در آنجا نماز جماعت اقامه نشود، شیطان بر آنان مسلط می شود. پس جماعت را لازم بگیر، زیرا گرگ گوسفندی را می خورد که تنها باشد. تدبیر چهارم، قیام اللیل یا نماز تهجد. اگر می خواهید از تأثیر سیر در امان بمانید، باید بخشی از شب را با عبادت الله سبحانه و تعالی زنده نگه دارید. بر کسانی که از این نوع عبادات غافلند، شیطان مسلط می شود. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت در مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مرد نام برده شد و گفتند که شب تا صبح خوابیده و برای نماز تهجد بلند نشده است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شیطان در گوشهایش ادرار کرده است. و سعید بن منصور از ابن عمر رضی الله عنه روایت می کند هر که بدون خواندن وتر صبح کند، بر سرش دام بطول 70 ذرا قرار می گیرد. تدبیر پنجم، خواندن دعای توالت یا تشناب. شیطان در کمین است تا فرصت دخول را در وجود انسان در این گونه مکانها که جای و مسکن شیطان است بیابد. چنان که چندین بار جنهای مختلفی که بر برادران و خواهران مسلط شده بودند گفتند او بدون خواندن دعا داخل دستشویی می رفت و من همانجا بر او مسلط شدم. یکی دیگر از جنها که بر انسان مسلط شده بود گفت شما سلاح‌های خوبی دارید ولی از آنها استفاده نمی کنید. برایش گفته شد منظور تو چی هست؟ گفت از کار و اورادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با شما یاد داده است. بله، در احادیث صحیح وارد شده است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم به وقت قضای حاجت این دعا را می‌خواند: بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. به نام الله بار اله از شر جنهای نرم ماده به تو پناه می‌برم. تدبیر ششم، استعاذه انگام دخول در نماز. از جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در حال نماز دیده که گفته است الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا
اعوذ بالله من الشیطان من نفخه و نفثه و همزه. این حدیث با الفاظ مختلف از طریق ابو داود، ابن ماجه، نیل الاوتار، مشکات المصابه روایت شده است. تدبیر افتم، دعای شب زفاف. ارگاه مسلمان این دعا را فراموش کند، شیاطین بر او، امسرش و جنینی که در بطن او تکوین میپذیرد مسلط شده، زندگی زناشویشان مملو از جنگ و دعوا بوده و تا در صورت که هر دو تقوی الهی نداشته باشند، شیاطین طلاق و خلع را در افکار آنها نقش میبندد. داماد بعد از اینکه برای اولین بار قبل از اینکه با همسرش خلوت میکند، دست راست خود را بر پیشانی بگذارد و این دعا را بخواند: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. رواه ابن ماجه. بار الها، از تو خیر این زن و خیر آن چیز را که در او آفریدهی می خواهم و از شرش و شر آن چیزی که در او آفریدهی پناه می خواهم. و اگر خواستید این دعا را نیز بخوانید: اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد اذا حسد وساهر اذا سهر وماكر اذا مكر. رواه ابو داود. بار اله، او را برای من مبارک گردان و شر حاسد و ساهر و مکار نجاتش بده. تدبیر اشتم، شروع زندگی زناشویی با نماز. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید: در اولین ملاقات پس از ازدواج یا در شب زفاف با همسرت دو رکعت نماز بخوان و بگو: بار اله، مرا برای او و او را برای من مبارک بگردان و ما را یک جا کن اگر در جمع ما خیر هست و جدا کن اگر در جدایی ما خیر هست. تدبیر نهم، محافظت در وقت جماع. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر یکی از شما با وقت همخوابی با همسرش بگوید بسم الله، یعنی به نام الله، بار اله، ما را از شیطان و شیطان را از آنچه به ما میدهی دور کن، در آن صورت اگر بچه نصیب آنها بشود هیچگاه جن و شیطان به او آسیبی نمیرسانند. تدبیر دهم، وضو، تلاوت و ذکر قبل از خواب. قبل از خواب باید وضو گرفت و آیت الکرسی را خواند و مشغول ذکر و تسبیح شد تا خواب بیاید، چون که شیطان به ابو هریره رضی الله عنه گفت: هر که آیت الکرسی را بخواند و بخوابد، شیطان به او نزدیک نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله عنه جواب داد: او راست گفته است، اگرچه دروغگو هست. تدبیر یازدهم، تلاوت آیات از قرآن بعد از نماز مغرب. هر که آیات ذیل را هر روز بعد از نماز مغرب بخواند، شیاطین در او اثر وارد کردن نمی توانند و حتی شیطان قرین خودش نیز ضعیف می شود. سوره بقره از آیه اول تا آیه پنجم، آیت الکرسی با دو آیه بعدی و سه آیه اخیر از سوره بقره. با خواندن آیات فوق در آن شبانه روز از جنها و همچنین از سیر در همان خواهی ماند. تدبیر دوازدهم، ذکر خاص بعد از نماز فجر. هر کسی که بعد از نماز فجر این دعا را 100 مرتبه بخواند، از شیاطین در آن روز محفوظ میماند. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که هر کی این دعا را روز 100 بار بخواند، به او ثواب آزاد کردن 10 غلام میرسد و برایش 100 نیکی منظور و 100 بدی معاف می شود و آن روز از شیطان محفوظ می ماند و هیچ کسی عمل بالاتر از او نخواهد داشت مگر کسی که این ذکر را بیشتر خوانده باشد. تدبیر 13، دعای خاص موقع دخول به مسجد.
یکی از صلاح‌های خیلی خطرناک در مقابل شیاطین دعایی هست که رسول کریم صلی الله علیه و سلم به ما خواندنش را حین ورود به مسجد وصیت کرده اند. اعوذ بالله العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. از رسول کریم صلی الله علیه و سلم روایت شده هست که فرمودند وقتی که این را کسی بخواند، شیطان میگوید این شخص تمام روز از دست من نجات پیدا کرد. تدبیر 14 دعای خاص در صبح و شام. این دعا را صبح و شام 3 بار بخونید. با اذن الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی به شما ضرر رسانیدن نمیتواند. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. به نام الله، ذات که با نام وی در زمین آسمان هیچ چیزی گزنده نمی رساند و او شنوا و توانا است. تدبیر 15 دعای خاص این خروج از خانه. وقتی از منزلت بیرون می شوی این دعا را بخوان. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. رواه ترمذی. هر کی این دعا را بخواند به او گفته می شود هدایت و حفاظت شدی و از شر شیطان نجات پیدا کردی. آنگاه شیطان با خود می گوید چگونه بر کسی که هدایت و حفاظت شده هست مسلط خواهی گردید. تدبیر 16 دعای خاص بعد از نماز مغرب. بعد از نماز مغرب این دعا را بخوان. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وضرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر توارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. رواه أحمد. بكلمات كامل الله سبحانه وتعالى كإيش نيكو بده نمتواند أزان تجاوز بكند الشر مخلوقاتش والشر بلاهاي كأز آسمان فرومي آياند وأنشي بلا ميرواند والشر موجودات زمين وأنشي أزان برون مي آياند والشر فتنهاي شب و روز و شر حوادث شب و روز پناه می برم مگر حوادثی که خیر به امرا داشته باشد. تدبیر 17 دعای خاص یومیه. هر روز این دعا را بخوان. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و من شر عباده ومن همزات الشياطين وهي يحضرون. رواه احمد. بوسيله كلمات كامل الهي پناه می طلبم از خشم و مجازاتش و از بدی بندگانش و از وسواس شیطان ها و پناه می برم به الله از اینکه شیاطین نزد من بیایند. تدبیر 18 پناه بردن به الله سبحانه تعالی. این دعا را هر روز و صبح و شام بخوان. اللهم انی اعوذ بوجهك الكریم و بکلماتك التامه من شر ما انت آخذ بناسیته. اللهم انت تکشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. رواه ابو داود. بار الها، امانا من پناه میبرم به ذات گرامی تو و به سخنان کامل تو از شر هرچه که تو پیشانی آن را گرفته ای، یعنی تمام مخلوقات. بار الها، تو گناه و ورشکستگی را دور میکنی. بار الها، امانا لشکر تو شکست دادن نمی شود و وعده تو خلاف نمی گردد. پاک و منزه و قابل ستایش هستی. تدبیر 19 استعاذه ارسد و شم.
این دعا را نیز هر روز صبح و شام بخوان. اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وضرأ وبرأ من شر كل ذي شر لا أتيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناسيته إن ربي على صراط مستقيم. بذات بزرگ که چیز بزرگتر از اون نیست و کلمات کاملش که هیچ نیک و بدی نمیتواند از آن تجاوز بکند و به تمام نامهای نیک الله آنهایی که میدانم و آنهایی که نمیدانم از بدی آنچه خلق کرده و آفریده است و با وجود آورده است و از بدی هر بدکاری که توانی دفع آن در من نیست و از بدی هر صاحب شر که موی پیشانی او به دست تو الله سبحانه و تعالی است به الله پناه میبرم یقینا پروردگار من صاحب صراط مستقیم است. تدبیر 20 اعمار دژهای مستقیم در مقابل شیاطین. این دعا یک دژ محکم است در مقابل شیاطینی که بایست هر روز صبح شام آن را خواند. تحسنت بالله الذي لا اله الا هو الهي و اله كل شيء و اعتصمت برب كل شيء و استدفعت الشر بلا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق وحسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بدج محكم نام الله پناه گرفتم که هیچ معبود به حق جز او وجود ندارد. او معبود من و معبود هر چیز است و چنگ زدم به پروردگارم و پروردگار هر چیز توکل کردم بر ذات زندهی که نمی میرد و شر را از خود دور کردم به کلمه لا حول ولا قوت الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل. پروردگارم مرا از بندگانش و خالقم مرا از مخلوقاتش و رازقم مرا از کسانی که به آنها روزی میدهد کفایت خواهد کرد. کسی که ملکوت همه چیز در دست اوست و او پناه میدهد و کسی دیگر از مؤاخذه او پناه نمیدهد مرا بسنده میکند. بر او توکل نمودم که او صاحب عرش بزرگ است. عزیزان و سروران من، دعایی که ارائه کردید دژهای مستحکمی هست که انسان را از سحر و جن زدگی حفاظت می کند به شرط که اخلاص و اعتقاد باشد. تا درس بعدی شما را به الله واحد احد صمد می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Hmm.